من یه ذره برم جلو، هر جلسه که ما شروع میکنیم یه جایش یه مشکلات این تیپی هم بر میخوریم. ببینید، یه بند خدایی با همین هیبتی که میبینید اومده بوده سال، عرض شود که 2010، 22 می 2010، 10,000 تا بیت کوین داشته، اومده دو تا پیتزا سفارش داده و ارزش این 10,000 تا در اون زمانی که این سفارش رو ارائه کرده و ثبت کرده توی سیستم که من این 10,000 تا رو میدم، توی این فرومای بیت کوین بیت کوین تاک گذاشته بوده که کسی حاضر برای من دو تا پیتزای پپرونی بخره، یکی هم تو انگلیس، ایشون تو امریکا است، یکی هم تو انگلیس، قبول میکنه این 10,000 تا رو میده و این از نزدیکترین پیتزا فروشی به خونه ایشون براش پیتزا سفارش میده و خب هیچ وقت فکر نمی کرده که این 10,000 تا چند تا با قیمت امروز بیت کوین چند تا ماشین تسلا میشه و خب یک باخت بزرگ به قول معروف داده. این اتفاقات توی این بازار میفته، یعنی اینکه کسانی وجود دارن که همچنان شاید مثلا آینده روشنی رو از این نوع کریپتوها و این مدل ارزش و انتقال ارزش در سطح دنیا براش قائل نباشن، یا اینکه فکر نمی‌کنم مثلا آینده خیلی خوبی داشته باشه، در نتیجه میان سعی می‌کنن نقد شن. جلسه پیش من یه لینک به شما دادم، 250 تا بیزینس شرکت‌های بزرگی که تونستن توی حوزه کریپتوکارنسی با قول معروف ورود بکنن، محصولاتشون بر اون اساس بفروشن، بهتون معرفی کردم. به خاطر اینکه اونا ریسکشون هم کم بکنن اومدن سراغ چی؟ اینکه بیان نقد بکنن، یعنی کریپتو بپذیرن با ظرفیت یک اکسچنجی که اکثرا از بیت پی استفاده کردن، یه پلتفرم در اختیارشون قرار داده، تونستن به سادگی این کریپتویی که دریافت کردن رو به پول نقد تبدیل کنن و در نهایت هم محصولی که مورد نظرشون رو بخرن. این اتفاق داره میفته و یه چیز جالبی رو من دیروز دیدم که تو صفحه اینستاگرام هم گذاشتم، یکی از مالکین مغازه‌ای در کیش حاضر با چهار واحد بیت کوین مغازه‌ش رو مبادله کنه. این اتفاق حالا به غیر از اینکه خب یه دیل دیگه میشه، ولی اتفاق خیلی خوبیه. این نشون میده که خیلی ها درگیر این مسئله شدن و حاضرن که یعنی دارایی ملموس و با ارزشش رو بیاد با چیزی به نام کریپتوکارنسی مبادله کنه که یه عدد رو هوا و نمیتونه، به قول من چیز قابل لمسی براش نیستش. و خب این محل شروعیه برای اینکه خیلی ها وارد حوزه کریپتوکارنسی شن. دو تا بدشانس هم تو این بازی داریم ما، جیمز هابل و کمپل سیمسون. ایشون سمت چپیه، این آقای جیمز 7500 تا بیت کوین گم کرده، 7500 تا بیت کوین گم کرده سال 2012-13 بوده این اتفاق براش افتاده. علتش هم این بوده که ایشون اومده رم اون پرایوت کیشو توی هاردی نگهداری کرده که اون هاردو از نظر ظاهری شبیه یه هارد دیگه ای بوده و خیلی راحت مثلا داشته اینا رو جابجا می‌کرده، اومده اون هارد اصلی رو انداخته تو سطح زباله و رفته. بعد از مدتی که متوجه این مسئله میشه که این هارد اصلی رو انداخته، خیلی تلاش میکنه که از شهرداری مجوز بگیره که اون منطقه‌ای که این اتفاق براش افتاده رو بتونه زیر رو بکنه تا برسه به اون هارد، که خب متاسفانه همچین فرصتی رو بهش نمیدن. و جالبه برای اینکه مصاحبه کنه و از خاطرات خودش در خصوص این وضعیت بدی که براش پیش اومده بگه، یه چیز حدود مثلا 100 پوند مورد حالا پیشنهاد میده که مثلا انقدر به من بدید تا من بیام مصاحبه کنم. آقای کمپل سیمسون هم به همین منوال، ایشون 1500 تو استرالیا زندگی میکنن، سال 2013 این اتفاق براشون افتاده، چیزی حدود 1500 واحد بیت کوین رو گم کردن. این خب اون موقعی که این دوستان داشتن این کار رو انجام میدادن، این دو نفر داشتن این کار رو انجام میدادن، ماین میکردن، قیمت بیت کوین نه به اندازه امروز بوده، نه کسی بهش توجهی مثل امروز رو داشته.
سالها بعد این اتفاق میفته. حالا فکر کنید خودتون جای اینا بذارید که اگر یک کسی یه همچین چیزی رو گم بکنه چه حال روزی داره. از نکات مهمی که در خصوص کیف پولها وجود داره بحث امنیت اونها هست و همین موضوع مربوط به پرایویت کی که بتونید اگر موقعی کیف پولتون رو گم کردین از اون طریق بتونید بازیابی بکنید، که خب این خودش یه ترفند بسیار خوبی که ما توی این جلسه توی این دوره با هم صحبت آدم های می‌کنیم. مختلف در کنارم. درست شد. آقای بخشی گفتم. مهندس یوسفی آقای این رمز عبور و نام کاربری تونستید به دوستان بدید؟ دنبال اینه که ببینم. درست شد. با جناب آقای جوادی پور هم توی تیوی صحبت کردم. توی اون بازی گنجیده شده. دوستان درست شده. فقط دیگه الان اگر کسی نمیتونه وارد چه الان پارتیسپنت ها هم 8 نفر شدن. فکر میکنم یک نفر یا دو نفر دیگه باید باشن که هنوز وارد نشدن، که من الان 8 تا ایمیل اوکیه. بسیار عالی، رمز عبور نام کاربری دادیم پس به آقای جوادی پور. بسیار عالی، پس دیگه ما مشکلی از این بابت نداریم که حالا به قول معروف بچه هم وارد شدن. میریم به قسمت فصل چهارم. آیا تا الان که ما با هم جلو رفتیم سوالی هستش که بهش نپرداخته باشیم یا برای شما جذاب باشه که بپرسیم؟ بفرمایید اینجا که مطرحش بکنیم ببینیم میتونیم ازش استفاده خوب ببریم، بعد من وارد بحث خرید و فروش بشم چون نکته بسیار بسیار مهمی داریم تو این جلسه. اگر هست دوستان دستشون رو بالا ببرن تا اینکه من دسترسی بدم بتونن میکروفونشون باز شه. سوالی نیست، یعنی همه اوکی هن دیگه. خب بسیار عالی. بحث جذاب فصل چهارم مربوط به خرید و فروش، خدمتون عرض شود که ارزها در اکسچنج های ایرانی و خارجی. توی فصل چهارم ما 14 سرفصل داریم که هر کدوم از اینا خودش میتونه یه دوره جداگانه باشه و محتوای قابل توجهی هم داره، اما به خاطر اینکه بتونیم اینها رو با هم مرور بکنیم نیاز هستش که یه مقداری هم متمرکز باشیم هم بعد از کلاس. حتما شما دوستان از این حالا ویدیو رو دوباره مشاهده کنید، مواردی که گفته میشه رو یه بار خودتون هم تمرین بکنید تا انشالله تا قبل از اینکه دوره تموم شه هر سوالی هست پاسخ بدیم، هرچند که بعد از دوره هم در خدمتتون هستیم. 4 تا روش خیلی ساده، 4 عدد روش وجود داره که ما میتونیم در ایران خرید انجام بدیم. روش اول و خیلی ساده و شاید در وهله اول کم هزینه تر، تبدیل ریال هست به ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، اتر، لایت کوین، XRP و الباقی. و خب نمونهش رو شما با نوبی تکس دیدین که امشب هم یه بار من باز میکنم این سفر رو یه خرید انجام بدم که شما کامل فرایند رو ببینید. مورد دوم با دلار هست، میتونید حواله بزنید. این همون روش های قدیمی تره که خب هزینه قابل توجهی هم داشت. حواله بزنید به یکی از این صرافی هایی که شما تو وایت لیستش هستین، ما ایرانی ها توی وایت لیستش هستین و خب اکانتتون شارژ بشه و در نهایت بتونید خریدتون انجام بدین. دقیقا مثل اتفاقی که این نمایندگی این شرکت های فارکسی توی ایران دارن فعالیت میکنن میکردن، حالا الان قبلا به صورت رسمی و قانونی بوده، حالا الان یه مقدار محدودیت هایی دارن، پول میگرفتن به حساب این شرکتی که توی ایران فعال هست و اون از طریق صرافی دبی این مبلغ رو شارژ میکرده تو اکانتشون شارژ میشه در نهایت خرید میکرده. پس اینم روش دوم که هزینه قابل توجهی داره. دو تا روش بعدی روش های جذابی هستن از جمله استیبل کوین ها و وچر ها. ما در مورد استیبل کوین و وچر صحبت کردیم. آیا کسی از دوستان هستش که بتونه یه توضیح کلی برای بقیه بده که این دو تا چی هستن و تفاوتشون با هم چیه؟ اگر کسی میتونه کمک بکنه لطفاً دستش ببره بالا که من دسترسی بدم.
ممنون. فکر کنم همه دوستان وصل آقای شدن، یه نفر دیگه مونده، اونم وصل میشه تا چند آقای دقیقه دکتر دیگه. عزیز، بابت استیبل کوین و ووچر که در خدمت فرمودین، هستیم. ووچر شما دقیقا همون حکم کارت هدیه رو داره که با توجه به شرایطی هم که ما الان داریم و خب امکان صدور حساب ویزا یا مستر یا حسابهای بین المللی که بتونیم ازش استفاده کنیم نیستش، این وچر میتونه کمک کنه. استیبل کوین هم که جلسه قبل شما فرمودین جاهایی که ما میخوایم استراحت بدیم و از اون برم میخوایم ارزش حالا در حقیقت رمز ارزمون نسبت به بازار حداقل کاهش پیدا نکنه و پولمون دچار مشکل نشه، به عنوان مثال ریال نگه نداریم، میتونیم تبدیلش کنیم به استیبل کوین ها که تو زمانهای لازم ازش استفاده کنیم برای خرید رمز ارز به صورت مجدد. خواهش میکنم. درسته، بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که دادین، کامل کامل و عالی بود. من میکروفون شما رو باید ببندم. خدمتتون عرض شد که بله، ما دو تا روش دیگه هم که داریم، یکی بحث استیبل کوین هاست، یکی هم بحث وچر ها. ببینید تو وچر ها ما دو مدل، دو تا مثال زدیم، پرفکت مانی و وب مانی، که میتونستین برین سایت پرفکت مانی رو ببینید، فارسی هم هست، فعلا هم که تا الان مشکلی نداره، همون بحث احراز هویت و اینا رو هم داره، هم میتونید از توی صفحه طلا بخرید، هم میتونید بیت کوینتون هم اونجا ذخیره بکنید. فکر میکنم محل فیزیکیش تو پاناما باشه، البته میدونید که پاناما بهشت پولشوییه، ولی خب به هر حال این کمپانی اونجا هم یه دفتر مرکزی داره. روی استیبل کوین ها چهار مدل بودن اگر خاطرتون باشه. یکی از اون مدل ها مربوط به این بود که پول فیات پشتش قرار بگیره، مثل USDT که همون دلار تتر هست. قابلیت که داره الان این با توجه به محدودیت هایی که برای ارائه